مانند سالهای گذشته هرچه که به آغاز ماه محرم الحرام نزدیکتر می شویم حال و هوای کشور عراق به طور کلی و شهر مقدس کربلا به طور خاص حسینی تر می شود به همین منظور هیات ها و مواکب حسینی خود را آماده ماه محرم می کنند تا بتوانند به بهترین نحو ممکن به عزاداری برای سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام بپردازند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. اداره شاعر و مواکب حسینی در عراق و جهان اسلام وابسته به آستانهای مقدس حسینی و عباسی علیه سلام از برگزاری نشست مقدماتی به منظوره بررسی آمادگی حیعتها و مواکب حسینی در شهر مقدس کربلا در ماه محرم الحرام امسال خبر داد این نشست مقدماتی با مشارکت مسئولان مواکب و هیئت‌های حسینی و با حضور رئیس و معاون این اداره و نمایندگان فرماندهان امنیتی و خدماتی شهر مقدس کربلا به منظور بررسی آمادگی ها برای ماه محرم الحرام امسال برگزار شد در همین راستا ریاض نعمه سلمان رئیس اداره شاعر و مواکب حسینی گفت این نشست یکی از نشست های مقدماتی است که با هدف یکسان سازی روی و نظرها بین این اداره و مسئولان مواکب و هیئت های حسینی برگزار شد تا مکانیزمی را برای اجرای عمل کرده بهتر جهت خدمت به مواکب حسینی و ادای مناسک آنها در ماه محرم الحرام به خصوص دهه اول تدوین کنند وی افسود برخی مسائل عمومی که در تسهیل کار مواکب و های حسینی در شرایط کنونی کمک می کند بررسی شد همچنین مهمترین مسائلی که باید موکب های حسینی به آنها پایبند باشند مطرح شد او در پایان گفت خروجی این نشست تصمیمات مهمی همچون برپایی مراسم ازاداری سال روز شهادت امام حسین و برادرش اول فضل العباس علیه السلام با رعایت پروتکل های بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه بر اساس جدول زمان بندی مشخص برای ورود خروج هیئت‌های های عزاداری در اطراف کربلای معلا بوده است.